بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه ومن لواحق هذا الركن هلمرابطت و هی الارصاد لحفظ الصغر همان طور که یک مستهذری بحث ما در رکن اول هست رکن اول ناظر به شرایط مجاهدین و کسانی که جهاد بر آنها واجب هست و کسانی که استثنا میشوند این مسئله و آنچه که مربوط به آن بود تا حدود تا ینجا توسط مصنف فرزوان الله علیه تبیین گردید مثلا گفتیم کسانی که کور باشند کسانی که عرض کنم شل باشند کسانی که قدرت رکوب و دویدن نداشته باشند آنانی که فقیر هستند وجوب جهاد از آنها برداشته شده است در طرف دیگر اضافه بر شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ و عقل یک سلسله شرایط دیگر مثل ذکوریت مثل حریت و امثال اینها در شرایط عامه جهاد نهاش شده است یعنی با جمع شدن تمام این شرایط هست که جهاد واجب می شود طبیعت اولیه وجوب جهاد وجوب کفایی است که اگر به اندازه نیاز در صحنه کسانی وجود داشته باشند از دیگران ساقید خواهد شد اما تحت شرایط خاصی مثل امر امام معصوم مثل نظر و عهد و قسم یک نفر مسلمان و مثل قلت تعداد مسلمانان و خاطر مقاومت در مقابل کفار در این موارد جهاد واجب عینی خواهد شد بخر برخی مباحث دیگر هم در این خصوص یادآوری شد مثل این که اگر کسی نفقه جهاد را بازل کرد بر شخص واجب خواهد شد در صورت فقر اما اگر به عنوان اجاره باشد جهاد واجب نمی شود. و این که در بعض زمان ها مثل اشهر حرم یا در بعض مکان ها مثل محدوده حرم جنگیدن و جهاد کردن جزء محرمات هست اینها مباحث بودند که فهرستشان را تا به اینجا محضر شما عرض کردیم تحت عنوان لواحق ها ذر روکن مرحوم محقق رضوان الله علیه سلسله بحث هایی را مطرح می کند از جمله اولین بحثی که مطرح می شود مرابطه هست مرابطه یا مرزداری خب در گذشته ها مثل امروز ارتش منظم یا پلیس منظمی ملی نبودند که شبان روزی از زمین هوا مشغول حفظ مرزها ها باشند مرزها ها آزاد بودند لذا مرابطه و مرزداری اینکه کسی از طرف خودش ارز کنم شمشیر را تهیه بکند و اش را تهیه بکند مجانی برود در مرز دولت اسلامی و ارز کنم دولت کفر اونجا نگهبانی بدهد مراقب مرز باشد خود این کار از جمله مستحبات هست و مستحضرت مرابطه بسیار نزدیک به کتاب الجهاد و تا حدود زیر آن هست <applause> لذا می فرماید و من لواحق هذا رکن. از ملحقات این رکن اول که راجع به فی من ج... یجب علیه بود المرابطه هست یک مرابطه و مرزداری هست حفاظت مرزهای زمینی کشورهای اسلامی که البته این که گفتم حفاظت مرزهای زمینی کشورهای اسلامی چون در گذشته و در وقت تشریع این حکم آنچه که مطرح بود عموما همین مرزهای زمینی بود و شاید تا حدود یک مرزه های دریایی در بعضی مناطق امروز در کنار مرزه های زمینی و مرزه های دریایی مرزه های هوای کشورها هم بسیار اهمیت پیدا کرده است و کشورها به حفظ مرزه های هوایی خود اگر بیشتر از مرز زمینی اهمیت ندهند کمتر نمیدهند بنابراین از طریق تنقیح منات یا الغای خصوصیت یا به هر علت دیگر اطمینانی که برای انسان حاصل می شود یقینا انواع و اقسام مرزه های یک کشور اسلامی در این حکم شامل هست می فرماید و هی این مرابطه عبارت است از ارساد و نگهبانی و منظور حفظ و نگهداری سغر مرزه ها این شد تعریف مرابطه بعد می فرماید و هی مستحبتون این مرابطه از جمله مستحبات هست ولو کان الامام مفقودا گرچن امام عرض کنم غایب باشد مثل زمان ما علتش روشن خود جهاد ابتدایی و جنگیدن متوقف بر اذن حضور امام هست اما خود نگهداری مرزها و اینها که ربط به حضور امام ندارد لذا می فرماید این حکم هم از جمله احکام مشترکی زمان حضور و زمان غیبت هست همانطور که مهاجرت که در پایان درس قبلی گفتیم مشترک میان زمان حضور و زمان غیبت بود می فرماید وحی مستحبتون این مرابطه مستحب هست اگرچه امام مفقود باشد لانه لا تتضمن و به علت که مرابطه در بر ندارد قتال و جنگیدن را یعنی باعث جنگ نمی شود بل حفظا و اعلامن بلکه نتیجه مرابطه حفظ کردن و اعلام کردن هست یعنی حفظ مسلمانان و مرزهاق و همچنین عرض کنم اعلام اگر خدای نکرده کفار هجوم آورد یا به مرزها نزدیک شد به شهرهای اسلامی و حکام اسلامی به مسلمانان خبر بدهد که کشور در معرض خطر هست این مقدار که اشکالی ندارد فقط قتال و جنگیدن هست که متوقف بر حضور معصوم هست در نتیجه مرابطه از نظر مصنف رضوان الله علیه از جمله مستحبات مؤکد هست حتی اگر امام علیه السلام مفقود غائب باشد و این که وظیفه مرابط همون نگهداری مرز از نفوذ دشمن و اعلام و اخبار دادن با مسلمانان در صورتی که از طرف دشمن قصد سوء صورت بگیرد نکته مهم دیگر این که خود این مرزداری همان طور که مستهذر هستید امروزه توسط پولیس و ارتش و ها صورت میگیرد آنچه که در این احکام فقهی مطرح هست بسیجوار و قیام خودجوش یک نفر مثلان هست از روی تکلیف با تهیه نفقه خود با تقیه صلاح خود و با گذشت از وقت و فرصت خود برود در مرز به خاطر حفاظت از دیگران این کار را انجام بدهد خب نکته دیگر این که و من لم یتمکن منها به اگر کسی قدرت نداشته باشد از اون مرابطه به تنهایی یستحب و ایر به تفرسه هناک مستحب می باشد اینکه بدهد فرس و اسب خود را در مرزها به خاطر یک مرابطه برای بقیه افراد به عبارت دیگر اگر کسی خودش به هر دلیل نمیتواند به این مستحب عمل کند مثل این که بیماری دارد که در نقطه صفر مرزی برای او زندگی دشوار هست یا عرض کنم خدمت با سعادت شما عذر دیگری دارد فقیر هست مثلا خب اینجا میتواند بالاخره اسب را که در اختیار دارد برای بقیه مجاهدین بدهد چون بالاخره هر کس در این مرابطه یک سهمی گرفته است یکی حاضر از فرصت خودش را بدهد اسب ندارد دیگری اسبش را میدهد و در نتیجه تمام نیازمنده های یک مرزدار و مرابط کامل و آماده می شود این بحث ها البته امروزه در این چارچوب چوکات چندان موضوعیتی ندارد خب امروزه ممکن است به جای اسب کسی بگوید ماشین نیاز هست احیانا تا تانگ نیاز هست ممکن است عرض کنم صلاح مثل کلاشنکوف امثال اینها نیاز باشد موضوع بالاخره فرق می کند اگر کسانی آماده شد که معمولا امروزه حکومت ها هم چنین اجازه به افراد نمی دهند که هر کس خود جوش و بدون عرض کنم ارتباط با سازمان های حکومتی دست به این کار بزنند و در واقع یک نو هرج مرج می شود در واقع یکی از اجزای حاکمیتی و یک از وظایف اصلی حکومت های امروزه همین تأمین امنیت مرزه هاست چه مرزه های هوایی چه دریایی و چه زمینی و برای این کارها نیروهای خاص را آماده می کنند تمرین می تجهیز می کنند حقوق می از مردم به همین منظور مالیات جمع می کنند لذا عرض کنم خدمت با سعادت شما کار مرابطه ماهیت کاملا متفاوتی از زمانهای گذشته پیدا نموده است به <applause> همین جهت هست که همان طور که در اسناع بحث های گذشته هم اشاره کردیم کتاب جهاد نیازمندی به بازبینی و بازنویسی اساسی مجدد هست اگر بخواهد واقعا نیازمندی های فعلی رو تحت پوشش قرار بدهد و در واقع کتاب جهاد ما ناظر به عرض کنم حیات فعلی جامعه اسلامی باشد نیازمنده های امروزی رو جواب گو باشد و در واقع بیتواند آنچه را که فعلا محل ابتلا و درگیر ماست تحت پوشش خود بگیرد چاره این جزبازبینی اساسی نیست مثلا در خود همین مرابطه و امثال اینها <تصفح> خب مرابطه را تا اینجا گفتیم که یک حکم مستحب است بحث دیگر آن است که ممکن است همین مرابطه ای که به ذات مستحب هست در اثر نظر و امثال اینها واجب بشود این هم روشن هست ولو نظر المرابطه تا اگر کسی نظر کرد برای خدای سبحان که شش ماه را مثلا مرابط باشد وجبت در این صورت نظر واجب می شود یا مرابطه واجب می شود و باید این کار را انجام بدهد چرا به خاطر عرض کنم مرابطه به یک عمل راجح هست و نظر به عمل راجح تعلق می گیرد اختصاص به نظر هم ندارد اگر عهد کرد اگر قسم خورد تمام اینها بالاخره می گیرد لله علی ان اکون مرابطا مثلا او عرض کنم خدمت با سعادت شما آهد الله ان اکون مرابطا مثلا یا والله و رابط فی سبیل الله ستت اشهرین مثلا اینها سیغه های نظر و عهد و قسم و امثال این هاست اگر کسی نظر بکند مرابطه را واجب می شود این مرابطه با وجود امام یا با فقدان امام مثل زمانه غیبت بازم فرق نمی کند این مقدار مع وجودهی و فقدهی یا ما دام الکفر و امثال این ها ناظر به این است که بعضی نحکام و فراعات اختصاصی به زمان حضور ندارد زمان غیبت را هم میگیرد و کذا لو نظر ان یصرف شیئا فی المرابطین همچنین واجب است اگر کسی نظر بکند مبلغ را در مرابطین در این صورت وجب علی الاسح واجب است بر او پرداخت این مبلغ بنابر قول اسح و اقوا یعنی اگر نظر کرد که من چند عدد گسفن را به مرابطین مسلمان بدهم باید به نظر خود وفا بکند منتها این مسئله اختلافی است و قیله یحرم و نظر دوم آن است که پرداخت این چیزها به مرابطین حرام هست ولو نظر کرده باشد و یصرفه فی وجوه البیر و صرف میکند اون محتوای نظر را در وجوه بیر یعنی در کارهای نیک در امورات نیک مثلا این شبهه از کجا آمده بودند؟ چون بالاخره از نظر شعیان حکومت ها جور بودند و متصدین کارها معمولا اونها بودند. به همین جهت این شبهه بودند که با توجه به این که این نیرو این عرض کنم مرابط مربوط به این حکومت جور و عرض کنم تحت ولایت آنها کار میکند آیا اگر نظر بکنیم پرداخت به اونها جایز هست یا نه با این شبهه بودن که بعضی ها فرمودن نخیر خیر ولی نظر کردید باید این پول رو در وجوه بیر به خرج برسانید در امور خیر عام مثلا الا ما خوف الشنعه مگر ارز کنم خدمت با سعادت شما در جایی که خوف شنعت و آبرو ریزی باشد ترس آبرو ریزی باشد مثلا نظر را در یک جای عمومی انجام داد اهل قریه همسایه های او که همه ارز کنم از مخالفین هستند میداند که او پنج تا گزفن را برای مرزداران نظر کرد اگر فعلا به نظر خود وفا نکند اونها از او عیب جویی میکنن این خبر پخش میشوند که مثلا شعیان به نظر خود وفا نمی کنند. که در واقع به خاطر حکم ثانوی است به خاطر حفظ آبروی خود مؤمن یا به خاطر حفظ سمعه مذهب در این صورت ارز کنم خدمت با سعادت شما میتواند که برای خود مرزداران بدهد و الا اگر این حکم ثانوی نباشد نباید به اون مرزداران این عرض کنم پنج گسفن را بدهد این ظاهر ای این قول دوم هست مرحوم محقق لرزوان الله علیه می فرماید <تصفح> و قول اول که اگر نظر کرد واجب است به نظر خود وفا بکند اشبه به اصول و قواعد مذهب هست علتش هم روشن هست به خاطر که وقتی شما فتوا میدهید که در صورتی که نظر بکند مرابطه را واجب هست و در این وفای به نظر فرق میان زمان حضور غیبت نیست معنایش این است که شما خسن مرابطه را میپذیرید استحباب و ارز کنم روچهان مرابطه را رو میپذیرید اگر این جهت را پذیرفتید چطور وقتی نظر کرد اون عنوان خسن به عنوان قبیح تبدیل می شود؟ یا به عنوان مباح تبدیل می شود بالاخره در این جهت چی نظر مبلغ بکند چی نظر خود مرابطه را بکند در این جهت تفاوتی با هم نمی کند شما می فرمایید اگر نظر کرد که خودم مرابط باشم بر او واجب هست خب اگر نظر کرد که مرابط باشم بر خودش واجب هست چه فرقی می کند با این که اگر نظر کرد که عرض کنم خدمت با سعادت شما مثلا پنج عدد گسفن را به مرابطین بدهیم تفاوت نمی کند ممکن است این نکته در ذهن این قائلین به قول دوم باشد که اگر کسی خودش نظر کرد ضرورتا لازم نیست که وابسته به حکومت جور باشد بالاخره خودش می رود در مرزها اونجا از مرزها حفاظت می کند پس در نتیجه به نظر خود باید وفا بکند چون القید به حکومت جور ندارد ماهیت کارم یک کار خوب هست حفظ مرزه های مسلمانان خوب یک کار با ارزش هست چه اشکالی دارد اگر این شبهه در ذهن باشد که ارز کنم خدمت با سعادت شما ظاهرا همین نکته بوده است در هر صورت محقق حله رزوان الله علی می فرماید ول اشبه قول اول که همان وجوب باشد اشبه به اصول و قواعد مذهب هست چون آنچه که در زمان حضور غیبت تفاوت می این است که جنگ نباید بدون اذن امام صورت بگیرد اما اگر جنگ نباشد صرف اعلام باشد صرف حفظ و نگهداری باشد این کار که کار خوب و حسن هست همون دلیل که در اول بحث ما رابطه گفتیم پس تا زمانی که کار به کاری کار حسن و خوب هست و ما در این جهت قدمی در راه تقویت حکومت جور که بر نمی داریم نیت ما هم این است که مسلمانان و جامعه ای اسلامی در امنیت باشند لذا اشکالی ندارد در هر صورت این قول اول را ایشون تقویت میکند ولی آنچه که یک مسئله را آسانتر میکند ارز کردم که امروزه مرابطه شخصی اینکه کسی خودش این کارها را همه را متصدی بشود و انجام بدهد عملا ممکن الوقع نیست مرسوم هم نیست حکومت هم اجازه نمیدهند حکومت ها نیروهای خاصی خودشون را برای این کار تربیت میکنند و از اونها استفاده میکنند. به همین جهت هست که مسئله از حالت فرض فراتر نمی رود بعد از این مسئله فرع دیگری را که مطرح میکند آن است که ولو اجر نفسه اگر کسی آمد نفس خود را اجاره داد برای مرابطه بالاخره مستعجر و هر که باشد حکومت باشد یا فرد خاصی باشد آمد نفس خود را برای شش ماه اجاره داد در مقابل مبلغ معین که از فلان مرز معین شبان روزی پاسداری و حفاظت بکند در این صورت میفرماید وجب علیه القیام بها به واجب است بر این مسلمان مؤمن قیام به اون مرابطه و اجاره به خاطر که حالت استثنایی پیدا کرد تا هنوز ما از مرابطه محض صحبت میکردیم حالا از مرابطه صحبت میکنیم که کا کسی برای این کار اجیر شده است و وقت کسی اجیر شده است به صورت طبعی عمل به اجاره واجب هست و این اجاره هم یک اجاره صحیح هست اگر نظرش صحیح باشد اجاره به طریق صحیح هست و طبیعتا اجاره از وقود لازمه هست لذا شخص باید به با اجاره خود وفا بکند لذا می فرماید ولو اجر نفسه واجب است بر اون اجیر قیام به اون ارز کنم مرابطه و اجاره حتی اگر امام علیه السلام مستور و پنهان باشد یعنی امام اگر در اصل غیبت باشد مثل زمانه ای ما اونجا بالاتر فرمودن ولو کان و مفقودن اینجا میفرماید فرماید ولو کان الامام و مستورن تمام این قیود از طرف محقق ناظر به این نکته است که بعض فروعات مشترک بین زمان و حضور و زمان غیبت هست این نظر خودشان در مقابل این نظر میفرماید وقیله نظر دومان است که این وجد المستعجر او ورسته ردها و الا قام بها میفرماید این اجاره خالی از دغدغه نیست لذا اگر خود طرف را پیدا کرد طرفی که با او عقد بسته است یا ورسه اش را پولش را پس بدهد و از خیر کار بگذرد اما اگر آنها را گیر نیاورد در این صورت ارز کنم بیرود و باید عمل مرابطه را انجام بدهد پس این قول قائل به تفصیل هست و قیل در مقابل نظر ما که گفتیم عمل به اجاره واجب هست این نظر میفرماید <تصفح> این وجد المستعجیر مقصود از مستعجیر همون طرف عقد هست اگر مستعجیر را یافت یا ورسه اش را یافت رد بکند اون اجره را بگوید من نمیتوانم انجام بدهم و الا اگر نیافت نه خودش را و نه اش را با او عقد بست و از هم جدا شدن <تصفح> اون اصلا اهل کشور دیگر بود مثلا در این صورت قام به ها قیام بکند به اون مرابطه و این قیامش واجب هست به خاطر عقد اجاره مرحوم محقق لرزوان الله علیه قبل از این قول هم نظر مبارک خود را اعلام کردند ولی در پایان بعد از نقل قول دوم که قول به تفصیل باشد دوباره می فرماید والاولا الوجوب من غیر تفصیل اولا بهتران است که قائل به وجوب مرابطه باشیم بعد از عقد اجاره بدون هیچ تفصیلی چی ارز کنم صاحب پول باشد یا ورسه اش و چی نباشد بعد از آنی که عقد اجاره را بست باید به اجاره خود وفا بکند و عمل به مرابطه واجب هست همچنان که عمل به نظر هم واجب بود اونجا به خاطر نظر واجب شد و اینجا به خاطر اجاره بر شخص واجب می شود در هر صورت این تمام بحث راجع به مرابطه و مرزداری که عرض کردم مرزداری امروز کاملا متفاوت شده است و کاملا وضعیت در این خصوص دیگرگون شده است خصوصا اگر از این مرزداری و مرابطه پول بزنیم و مرزه که میان کشورهای اسلامی است مستحضرت آنچه را که فقه ها اینجا مطرح کردن در کتاب جهاد و فتوه به سهبابش داده ان یا در موارد حکم به وجوب کرده اند مربوط به مرز بلاد کفر و بلاد اسلام هست که در واقع کل کره زمین در اون اندیشه فقهی سنتی و کلاسیک به دار الاسلام و دار الکفر تقسیم می شود تمام کشورهای اسلامی می شود دار الکفر کل کشورهای اسلامی دار الاسلام هستند مرز ندارند بالاخره همه یک کشور هستند حالا آیا می توان از این مرزداری و استحباب مرزداری پول زد به مرزه های یک کشور اسلامی با کشور اسلامی دیگر مثل عراق ایران مثل ایران افغانستان مثلا خب این دیگه می شود اون بحث تازه که در واقع از لازمه برسمیت شناختن مرز آثار زیادی ارز کنه مترتیب می شود از جمله ارز کنم بحثی بگانه دانستن طرف مقابل و امثال اینها و این که عرض کنم خدمت با سعادت شما مقوله امنیت، مقوله منافع ملی، اقتدار ملی تمام اینها در چارچوب مرزهای مشخص تعریف می شود و این که کاملا بتوانیم دو عرض کنم کشور اسلامی را از هم کاملا بیگانه فرض بکنیم با توجه به المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض کار بسیار دشوار است در هر صورت از طرف دیگر نادیده گرفتن ها هم امروزه کار سخت است در هر صورت هم در اندیشه مسلمانان شیعی و هم در اندیشه مسلمانان اهل سنت کل کشورهای اسلامی یک کشور هستند وقتی گفتم شاید خلافت اسلامی پایه های سرزمینی اش همه کشورهای اسلامی است وقتی ما میگویم عرض کنم ولایت عرض کنم خدمت با سعادت شما حکومت امام معصوم باز پایه های سرزمینی اش همه کشورهای اسلامی است این دیگه بحث های مفصل ترش در جای خودش فقط خواستم تذکر داده باشم که این نکته هم اینجا قابل توجه و قابل تعمل هست این تمام بحث در رکن اول بعد از این مسئله می رسیم به رکن دوم در رکن دوم مرحوم محققه هل رزوان الله علی میفرماید فرماید الرکن فی بیان من یجب و جهادو در بیان کسی که واجب می باشد جهاد نمودنی با او و همچنین و کیفیت جهاد پس رکن اول راجع به مجاهدین و شرایطشون بود من یجب و علی رکن دوم این که با چه کسانی واجب است جهاد بکنیم و چگونه جهاد بکنیم که در این میفرماید. و فیه اطرافون در این رکن دوم چند تا طرف داریم یا گفتار به اصطلاح امروزی ها حدیقل پنج گفتار را مرحوم مصنف رضوان الله علیه در رکن دوم مطرح میکند پس در رکن دوم دو تا بحث مهم داریم یکی این که با چه کسانی جهاد باید بکنیم یکی کیفیت جهاد هست لذا می فرماید اطرف الاولو گفتار اولی ما فی من یجب و جهادو در کسانی است که جهاد با اونها واجب هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما باید با اونها جهاد بکنیم خب کسانی که جهاد با اونها واجب هست از نظر محقق هل رزوان الله علی سه دسته هستند لزام فرماید و هم ثلاثتون اونهایی که جهاد با اونها واجب هستند سه دسته و سه طایفه و گروه هستند اولی بغاد هستند گرز کنم خدمت با سعادت شما جمع باقی است بغات کسی است که بر امام معصوم علیه السلام خروج کرده باشد حکومت حق بر پاست عرض کنم گروه از مسلمانان بدون هیچ ارز کنم و چه علیه امام معصوم قیام بکند و دست و صلاح ببرد که مثل عرض کنم جنگ جمل که در زمان حضرت امیر علیه السلام واقع شد و هم سلاستون البغاتو علی الامام من المسلمین کسانی که ارز کنن بقی و قیام بکنن با صلاح بر امام مسلمانان این طایفه ای اول که جهاد با اونها واجب هست طایفه دوم کسانی که اهل زمه باشن و هم اهل زمه که یهود و نصارا و مجوس هست البته اذا و به شرایط زمه هرگاه شرایط زمه رو نادیده بگیرن یعنی با مسلمانان پیمان بسته بودن طبق همون پیمانم زندگی مسالمت هر دو طرف داشتن ولی متاسفانه ناگهانی اونها شرایط پیمان و عهد را نادیده گرفتن ارز کنم شرایط خاصی هست مثلا مثل این که ارز کنم گوشت خوگ و شراب امثال اینها را علنی نخورن چون جز ایک اقلیت در کشور اسلامی است به عبارت دیگر بغات و اهل زمه کسانی هستند که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن شهروندان این کشور هستند اگر چه ارز کنم اهل زمت ارز کنم خدمت با سعادت شما غیر مسلمان هستند، بغات مسلمانان هستند که خاطر شبهت یا به خاطر هوا و هوست دست به شمشیر برده اند و میخوان امام معصوم رو از بین ببرند لذا تایفه اول میشود بغات تایفه دوم میشود اهل زمت بعد میفرماید تایفه سوم و من عدا خا من اصناع الكفار غیر از این ارز کنم دو طائفه از اصناف کفار که ارز کنم خدمت با سعادت شما با اونها باید جهاد کرد مثل مشرکین و ملحدین و بودپرستان و اونهایی که جهاد ابتدایی با اونها واجب هست و من عدا من اسناف الكفار پس سه طائفه باید با اونها ارز کنم خدمت با سعادت شما جهاد بشود که البته خود این طرف اول سلسله مطالب دیگری هم دارد که انشاءالله در درس بعدی پیگیری خواهد شد غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و ال محمد